I'm going to give you a grammar lesson. The grammar is about articles. Articles A, an, and the. امروز در مورد آرتیکل ها میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم. A, an, و the. دیروز من یه متنی رو براتون روی سکرین گذاشتم و اون در مورد همون کلاس پیانو بودش که من سالها پیش میرفتم با دوستان. ببینید اگر که دقت کنید روی سکرین هم داریم. من گفتم the piano. چرا میگم the piano؟ چرا نمیگم a piano؟ چرا نمیگم an piano؟ اونو که ا و ان رو میدونید و یه سوال خیلی بی جاییه که من از شما بپرسم چرا ا چرا ان؟ پس من برای این یه اشاره کوتاه میکنم. اونایی که اون کلماتی که حرف اولشون در واقع ا ای آی یو و او داره، کلمات آنا هم براتون میگه، اینا همشون اولشون آرتیکل ان میگیره. خب the piano به خاطر اینکه من با musical instruments یعنی با آلات موسیقی و به کار میبرم، خب ولی میگم a piano class. چرا؟ من زمانی که خودم هم دانشجو بودم همیشه بین این میموندم که چرا a، چرا the، چرا an. خب ببینید یه کلاس پیانوی من میرفتم، مگه میشناسید کدوم کلاس پیانو میرفتم؟ درسته؟ خب پس میگم a piano class. وقتی شما نمیدونید، مثل اینه که من بگم من دیروز یه رستورانی رفتم، اسم رستوران رو که نمیدونید، نمیدونید اصلا کدوم رستوران فست فود بوده، چه جوری بوده که من رفتم. خب میگم a restaurant. برای بار دوم که میخوام استفادهش کنم میگم the restaurant. ببینید برمیگرده به رستوران اولیه. حالا برای شما شناخته شده است، اولیه شناخته شده نیست. من میگم a piano class. نمیدونید که کدوم کلاس پیانو رو میگم. با یه گروهی از دوستان میرفتم، پس میگم a group of friends. با یه گروهی از دوستان، دوستانی منو که شماها نمیشناسین، پس برای شما unknown، ناشناخته است. A girl، یه دختری که اصلا اسمش هم من اینجا نگفتم، شما هم دختره رو باز نمیشناسین، از آمریکا بود. دوباره گفتم the class. چون یه بار گفتم a piano class، برای بار دوم میگم the class. متوجه شدین چی شد؟ پس چیزی که شما نمیشناسیدش و برای بار اول میگید a class، ولی برای بار دوم میگم the class. حالا یه جوری بود، مثل همون رستورانته، میگم I went to a restaurant yesterday. The restaurant was very expensive. رستورانه خیلی گرون بود. حالا برای بعضی از کشورها من the به کار میبرم، the United States، ولی برای بعضی از کشورها هیچ آرتیکل نمیاد، نه a میاد، نه an میاد، نه the میاد، هیچی نمیاد. مثل ایران نمیگم I live in the Iran، میگم I live in Iran. درست شد؟ حالا باز توی این تکستی که داریم من گفتم the teacher. وقتی که یک جایی برای شما شناخته شده است، اجزای مربوطه به اون هم و میگیره. ببینید مثلا من خونه خودتون برای خودتون شناخته شده است، درسته؟ خب مامان من زنگ میزنه میگه where is Jack؟ میگم he is in the bed، in the bed or in the bedroom or in the kitchen. پس چون این قسمت های مختلف خونه خب مربوطه به خونه هستش، چون خونه برای من شناخته شده است، اجزای خونه هم the میگیره. خیلی راحت شد. On the street near my house. یه خیابونی نزدیک خونه ما، که نه شما میدونید خونه ما کجاست، نه تو کدوم خیابون هست، نه تو کدوم محله هست، پس برای شما unknown حساب میشه. کلاس پیانوی من توی خیابونی نزدیک خونمون بود. ولی برای بار دوم میخوام در مورد street صحبت کنم، همون streete، میگم the street was full of shops. خیابونه پر از چی بود؟ مغازه بود. بعد میگم که the best classes. ببینید برای چیزایی که یه دونه است، مثل sky، مثل sun، مثل moon، مثل همین، این بهترین کلاسی بوده که من داشتم، به غیر از این دیگه کلاس دیگه ای نبوده. پس من میگم the sky، the moon، the sun،
پس برای اینجا هم من میگم که the best classes، بهترین کلاس از تمام کلاسایی که من رفتم تا به الان، اون کلاس بهترین کلاس من بوده. پس میگم the best classes. امیدوارم که این درس برای شما هیچ نقطه ابهامی نگذاشته باشه و موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.